السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحت مند و سر حال باشین در هر گوشه ای از دنیا که قرار دارین. امروز می خواهم روز روی از این موضوع صحبت کنم که بسیاری از کسای ما، از دوستای ما، از مسلمان ها هستن که اعمال نیک و خوب را انجام میتن مگر از پیششان ضایع میشه. می خواهم روی از این موضوع صحبت کنم که چطور اعمالشان ضایع میشه و چه کار بکنن که ضایع نشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أي كسانين كي من آوردين أعمال نك خدرة صدقات خدرة از بین نبرین، باطل نسازین. چه قسم کسایی که صدقه میکنن، کارهای خوب را انجام میتن، باید بعدش کسی را اذیت نکنن. توقع بازگشت یا توقع احترام را از او شخص باید نداشته باشن، یا او را بالایش منتگذاری نکنن، یا او را طعنه نتن. اگر این کارا را کردین، اعمال خود را از دست میدهین. یا بعضی دوستان دیگه ما هستن که نماز تهجد میخوانن، صدقات میتن، کمک میکنن، در مقابل مردم تبسم میکنن و هر نوع اعمال خوب را انجام میتن، دست یتیما و بیوزنا را میگیرن، کمک میکنن. و کوشش کنیم که این اعمالی را که انجام میتیم بازی ضایع نشه. مولانا در مثنوی میفرماید که ما در این انبار گندم میکنیم، گندم پر کرده را گم میکنیم. اول ای جان دفع دزد موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. میگه که اول سوراخ های کندوی خود را، الماری خود را، ذخیرگاه خود را بند بساز، راه های موش را بند بساز، بعد از او در جمع کردن غله و یا مواد خوراکی خود بپرداز. در غیر از او اگر اونجا سوراخ باشه، موش که تعبیرش به شیطان میشه و نفس میشه وجود داشته باشه، اعمالی را که تو ذخیره میکنی، موادی را که تو ذخیره میکنی، کلش بیهوده است تا وقتی که شیطان است و موش است و سوراخ است. هر اعمالی را که انجام میدی اگر میخواهی ذخیره شوه، بناهن در پالویش ریا باید نباشه، شرک نباشه، خودنمایی نباشه، اذیت بر دیگران نباشه و در پالی اعمال خوبت باید دروغ نگویی، تهمت نکنی، سبب اذیت و آزار دیگران نشی تا که اعمالت ذخیره شود. اگر این کارا اعمال را داری، از این اعمال ناشایستر اگر داری، خوی عادت داری، اول ای را متوقف بساز، جلوش بگی، باز از او در ذخیره اعمال خود بپرداز. تا او وقتی که اعمال را داری، شیطان و نفس تم کتیش همراه هست، نمیتوانی که اعمال خوبت ذخیره بسازی. و همچنان بعض کسایی هستند که اعمال خوب را دارن مگر در روز قیامت مفلس میشن، در روز حساب. اونها چه قسم مفلس میشن؟ و های قسم هستند که بسیار اعمال خوب را در دنیا انجام دادن، با خود بردن، در روز قیامت، در روز محاسبه که میشه، قرضدارای از این نفر میآید. چه قسم قرضدار؟ یکی را تهمت کرده، یکی را زده، یکی را غیبتش کرده، یکی را تهمت کرده، از پیش یکی رشوت گرفته، یکی را ناموسش، طرف ناموس مردم دیده یا حق مردم را خورده، بناهن از ثوابای ازی گرفته میشه، به قرضداراش داده میشه تا که بالاخره چیزی نمیمونه از ثوابش، گناه های ازی قرضداراش بالایش انداخته میشه، این میشه مفلس. خداوند ما و شما را از مفلسین روز قیامت نجات بده. و همچنان کوشش کنیم که هر عمل خیر را که انجام میتیم و ذخیره شوه و او ضایع نشه و همچنان همونطور باقی ببانه تا روز قیامت. اگر میخواین که اعمال ما باز هم باقی ببانه، ضایع نشه، کوشش کنیم که به کسی اذیت و آزار ما نرسه. اگر نیکی میکنیم، کسی بالای کسی منت نگذاریم، توهینش نکنیم، مهانتشان نکنیم. و همچنان کوشش کنیم که از شرک، از کفر، از ریا، از خودنمایی، از این چیزا پرهیز کنیم تا اعمال ما ذخیره شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.